خب سلام از ادب و احترام دارم خدمت همه دوستان عزیزم دانش آموزان گل 11 با کلاس آنلاین و آفلاین 11 در خدمتتون هستم. خدمتتون عرض کنم که پارت قبلی با بچهای دهم داشتیم در واقع کار میکردیم و درس میدادیم. امیدوارم که به زودی بتونم زیردست کنم. اول جلسه آفلاین و آنلاینمون هست برای بچه 11 و خیلی تنگتون هستم. امیدوارم این موج زودتر رد بشه و بتونم سر کلاس های حضوری زیردست کنم. خدمت رو کنم که مباحثی که تو بسته دوم من شروع کردم تدریس دادن در واقع روش نفس آنتالپی بود. از آنتالپی که مقدار در واقع مقدماتش رد شدیم، امروز میخوام یه آنتالپی خاص رو بهتون درس بدم که آنتالپی پیوند هست. یه مدت توضیحات اولیه رو دربارش میدم و بعدش میرم سراغ یه چند تا سوال، چند تا مثال تقریبا ساده و متوسط و خوب. امیدوارم که استفاده کنی. حتما هر چند تا سوال تونستم حالا حل کنم که با هم یه پیش میریم. بعد از اون میرم سراغ در واقع تکلیف دادن. هر چی سوال مون با من تکلیف بهتون داده میشه و حتما آموزشگاهی رو چک فرض کرد. خواهش میکنم از این موج تنبلی بیایید بیرون. الان یه مقدار احساس میکنم بچه ها به تنبلی در واقع رسیدن. یه مقدار طبیعی هم هست به خاطر تعطیلی مدارس. ما حالا تمام تلاشمون رو میکنیم و حالا وظیفه خودمون میدونیم که درس بدیم. خواهش میکنم شما از جانب خودتون وظایفتون رو انجام بدید که اگه این کار انجام ندید بعد از رد شدن این بیماری و شروع مدارس وحشتناک میخواید به مشکل. پس خواهش میکنم یه همکاری داشته باشید و تمارین رو انجام بدید. ما اینجا نباید متکلم وقتی باشیم. حتما شما باید این تمارین و تکلیفتون رو انجام بدید. دیگه من توضیح بیشتر نمیدم، میام سراغ درس. بچه ها توی کتاب درستون مبحث آنتالپی پیوند رو اگر در نظر بگید، من توی متنش یه سری صحبت ها میکنم و بعد میرم سراغ حل مثال. خدمت رو عرض کنم که صفحه 65 کتاب درسی رو اگر مشاهده بفرمایید در رابطه با آنتالپی پیوند داره صحبت میکنه. کلا بچه‌ها یه سطح انرژی خیلی مهمی که دربارش باید صحبت می‌کردیم، اون انرژیه که دو تا اتم در یه پیوند کووالانسی رو کنار هم دیگه نگه می‌داره. در واقع مقدمه‌ای که داره کتاب دربارش صحبت می‌کنه در رابطه با آنتالپی پیوند هاش هاشه. یعنی اینجا من بر اولین بار هایلایت ها گیره این هایلایت کنید بچه ها از ما دار بدیشیم آن را دوش رو باید سرش کنم. بچه ها اینجا انرژی لازم برای شکستن پیوندهای اشتراکی موجود در یک مول هاشتوی گازی، ببین هاشتو گاز هیدروژن متشکل از دو تا اتم هیدروژنه که با یک دونه پیوند کووالانسی به همدیگه متصل شدن، درسته؟ اون انرژی که نیازه برای شکستن اون یه مول در واقع پیوند اشتراکی هاش هاش در حالت گازی، یعنی یه مول، یه مول خیلی مهمه بچه روی یه مول خیلی تمرکز کنید، یه مول نه یه دونه، یعنی یه مول پیوند هاش هاش تو هاشتوی گازی بشکنه تبدیل بشه به دو مول، نه دو تا، دو مول هاش گازی، یعنی اتم هیدروژن در حالت گازی بهش میگن آنتالپی پیوند. که حالا اینجا ما داریم مقدارش رو 436 کیلو جول، درسته؟ یعنی یه مول هاش هاش رو بیم بکنه شو یک مول هاش هاش گازی بشکنه با 436 کیلو جول گرما تبدیل بشه به دو مول اتم گازی. یه مول پیوند شکست تبدیل شد به دو مول اتم. این انرژی که در واقع اینجا صرف میشه ببین سمت چپ هم اومده، پس یعنی این واکنش گرماگیره. پس آنتالپی پیوند که دوباره بیم آن دیگه تکرار کنیم، میزان انرژی مورد نیاز برای شکستن یه مول پیوند کووالانسی هاش هاش، حالا هاش هاش که میگم یه حالت عمومیه، هر پیوندی میتونه باشه هاش هاش، و تبدیل اون به دو مول اتم گازی میگن چی؟ آنتالپی پیوند. همواره بچه مقدارش مثبت سمت چپه. چرا؟ چون شما وقتی که پیوند هاش هاش دارید، درسته؟ باید یه انرژی صرف کنید اینو بشکنید، تبدیلش کنید به
دوتا هاش، دوتا اتم، هر دو هم بچه گازی هم، هم واکنش دهنده، هم فراورده. درسته؟ پس انرژی میگیره، پیونده انرژی میگیرد. درسته؟ ما انرژی صرف میکنیم، انرژی نیاز است، انرژی آزاد نمیشه. یه از مفهوم آنتالپی پیوند، دوباره تکرار میکنم چون خیلی مهمه این تکرار میکنم اون تعریفش رو. میزان انرژی لازم برای شکستن یک مول پیوند کووالانسی در حالت گازی و تبدیل اون به دو مول اتم گازی مش میگم آنتالپی پیوند. درسته؟ مقدارش بچه ها هموار مثبت گرمانگیر سمت چپ معادله واکنش نوشته میشه. حالا اینا کتاب رو روش مانور کرده رو من میخوام بهت بگم چون تو سوال آشکار داریم، توی حل مسائل هم آشکار داریم، حل مسائل تنگ آنتالپی واکنش. ببین برم بگو الان اگه این دوتا اتم گازی بخوان ببین جدا شدن دوباره میخوان به هم بچسبن. ببین هاش هاش بود، انرژی گذاشتم شکوندم، اینا اصلا جدا شدن، حالا دوباره میخوام اینا رو به هم بچسبونم. درسته؟ اگر که دوتا هاش هاش با هم دیگه واکنش بدن، این واکنش من در جهت عکس انجام بشه، یعنی دوتا هاش گازی تبدیل شود به هاش دوی گازی به علاوه 436 کیلوجول. قبول داری واکنش برگشت وقتی انجام بشه 436 کیلوجول انرژی آزاد میشه؟ قبول داری؟ درسته؟ اگر انرژی صرف شد برای شکستن پیوند، حالا اگر پیوند بخواد تشکیل بشود اون وقت باید انرژی آزاد بشه. پس انرژی تشکیل پیوند دقیقا مقدارش قرینه آنتالپی پیونده. این رو که تو ذهنت داشته باش، کتاب این رو روش مانده نداده، فقط تو حل در واقع مسئله آنتالپی تعیین آنتالپی واکنش به روش آنتالپی پیوند اونجا روش مانده داده. من هم برسم اونجا توضیح میدم اینجا رو. پس اوکی دیگه الان مشکل ندارید، برای خواهد اون تمانیش رو تکرار کنید، تمانیش رو تکرار کنید، من تکرار خوب بهش مسلط بشید. بسیار مثل کتاب روی آزده هم مهمه بچه ها، روی اصول اگر مسلط بشید دیگه مشکلی نداری. بریم سراغ ادامه دستان یا پاک میکنم چون اون فلموش کار نداری. یه اینجا روی این جدوله صحبت کنم بچه ها. آنتالپی پیوند برخی از آنتالپی برخی از پیوندها با واحد کیلوجول بر مول رو دارید میبینید. منطقی هم هست که کیلوجول بر مول باشه. چرا؟ چون یه مول پیوند میشکنه، میزان انرژی که مورد نیاز هست رو اینجا دارید میبینید، آرده هم مصرته. یه چیزی اینجا نگاه کنید بچه، من این مقایسه رو خدمتون بگم این داشته باشید. ببینید بچه ها، روی آنتالپی پیوند رو تا قضیه تأثیر میذاره. آنتالپی پیوند حالا البته خیلی روش ریز نمیشم چون این مقدار داستان داده، ولی حالا خیلی جزئی خیلی کلی بخوام بهتون بگم. آنتالپی پیوند دو تا چیز روش تاثیر میذاره، یکی مرتبه پیوند، دو خوبی اینجا نمیسن، دو شعاع پیونده. بچه ها یه بهتر بگم طول پیوند، شعاع پیوند غلطه. بذارین کلا من یه جوری بنویسم چون خیلی خب ببین روی آنتالپی پیوند رو چی تأثیر میذاره؟ آنتالپی پیوند یکی مرتبه پیونده، یکی طول پیونده. مرتبه پیوند آقا با آنتالپی پیوند رابطه مستقیم داره، یعنی معمولا پیوند های مرتبه پیوند یعنی یگانه دوگانه یا سگانه بودنش. پیوند های سگانه آنتالپی بیشتر نسبت به دوگانه، آنتالپی پیوند بیشتر نسبت به دوگانه دارن، دوگانه آنتالپی پیوند بیشتر نسبت به یگانه دارن. منطقی هم هست. سه تا پیوند کووالانسی، ببین یه همچین چیزی دارم، سه تا پیوند کووالانسی، دو تا پیوند کووالانسی، یه دونه پیوند کووالانسی. انرژی که میخوام غلبه کنه به این سه تا بیشتر معمولا. اوکی
طول پیوند چه جوریه آقا؟ طول پیوند هر چقدر کمتر باشه انرژی بیشتری مورد نیازه. مثلا میگن آنتروپی پیوند با طول پیوند رابطه عکس داره. اینجا داری میبینی یا که توی جریان دوره‌ای من از تو هالوژن اگر میخوام حرکت کنم CLCL بیار و آقای آر رو میخوام داشته باشم، خب اینجوری دیگه فلور، کلور، بروم، یود، درسته؟ از بالا به پایین هم شعارش زیاد میشد، درسته؟ پس آی طولش نسبت به بیار بیشتره، بیار هم از CLCL بیشتره، درسته؟ ببین شعار آی از بیار بیشتره، بیار از CL، پس آی طول پیوندش نسبت به بیار بیشتره، بیار نسبت به CLCL بیشتره، درسته؟ پس هر چقدر طول پیوند من بیشتر باشه آی آنتروپی پیوند اون کمتر داره ببینیم 151 بعد بیار 193 بعد CLCL 242 درسته؟ پس این وضعیه رو این نکته رو حواست باشه تستا خیلی میبینیم تست ساده هم ازش میتونه تر باشه اوکی؟ این رو توی تستا باش مواجه میشه من حالا لازم درستم که اینجا بهتون بگم نکتش رو بیایم صفحه بعدی. آها توی بچه‌ها یه سری از جا مثل NH4 مثل H2 مثل CH4 معمولا از واژه در واقع میانگین آنتروپی پیوند استفاده میکنن. میانگین آنتروپی پیوند، چرا میانگین آنتروپی پیوند؟ چون آها CH4 ببین CH4 ببین اینجا رو 1660 کیلوجول انرژی نیازه تا 4 تا ببین CH4 رو برای بکشم CH4 4 تا پیوند CH دارم یا بهتر بگم یه مول CH4 4 مول CH داره، درسته؟ منتها اتفاقی که میفته هر کدوم از این پیوندهای CH رو که من میشونم انرژیش با CH بعدی متفاوته. آقا یه وقت دارم بیشتر توضیح میدی؟ بله نگاه کن این CH4 در قدم اول این CH میشکنه تبدیل میشه به CH3 و یه دونه هاش، درسته؟ همه حرف هم حالت بازیه. بعد این CH میشکنه تبدیل میشه به CH2 و یه دونه هاش گازیه دیگه. بعد این CH میشکنه انرژی که مورد نیاز در شکستن این پیونده با هم فرق میکنه، درسته؟ چون تو هر حالت اون ماده‌ای که من دارم انرژی میذارم تا پیوند سی‌هاشش رو بشمونم با حالت بعدی متفاوته، درسته؟ در همین حد بدونی کافیه چرایی که اینجا داره میگه دقیقش همینه. پس من میام خب یه میپرسم آقا کدوم آنتروپی پیوند سی‌هاش رو گزارش کنم، اینو یا اینو، درسته؟ یه موقع بیا یه میانگین بگیر از چهار تا، درسته؟ حالا اول 400 رو دارم اینجا گزارش می‌کنم به عنوان میانگین. این قضیه تو هاشتوان اتفاق میفته، تو هاشتوان اون انرژی که صرف میشه تا این اوهاش بشکنه با این اوهاش فرق میکنه، چون به حالت اول به هاشتو من انرژی میدم و این اوهاش میشکنه، در حالت بعدی به یه اوهاش انرژی میدم تا این اوهاش بشکنه، درسته؟ از این با همین متفاوته. انهایس هم همینطور، هر چقدر پیچیدگی ترکیب من بره بالاتر بعد در واقع از کلمه میانگین بعد استفاده کنم و کلمه میانگین خیلی اینجا مهم خواهد بود. خیلی خوب بریم سراغ حالا مسائل آنتروپی پیوند هم که حالا بهش خواهیم رسید. بریم صفحه بعدی. توی آنتروپی پیوند بچه ها ما ببینید یه سری از واکنش ها حالا تو بانه هستم بهتون میگم، ما یه سری از واکنش ها درست این واکنش هاشتو واکنش H2 گازی بی همینه گازی هم دوباره باید گازی باشن H2 و CL2 چه میده دو تا HCL گازی رو من اینجا نوشتم. توی این واکنش بچه ها من بدونه اینکه برم این واکنش رو انجام بدم با استفاده از آنتروپی پیوند H CLCL و HCL میتونم آنتروپی واکنش رو حساب کنم بدون اینکه برم این واکنش رو انجام بدم گرماش رو اندازه بگیرم به روش مستقیم میتونم به روش غیر مستقیم و با استفاده از آنتروپی پیوند هاش این هاش دیگه درسته CLCL کم CL2 و هاش CL آنتروپی پیوند اینا رو بدونم تمام قضیه
دلتاهاش یا گرمای حاصل از واکنش در فشار ثابت رو برای واکنش میتونم برم اندازه بگیرم بدونی که برم انجام بدم. حالا چه جوری؟ یه عبارتی اینجا کتاب نوشته، اینو درست خط بگش، خیلی مهمه. صفحه همون صفحه است، این رو باید بگیرم خانتر اینا. یه نگاه کن، دلتاهاش همه یه واکنش ها، اونایی که به حالت گازی هم مثل این واکنش، از این رابطه به دست میاد. دلتاهاش واکنش میشه مجموع آنتالپی پیوند در مواد واکنش دهنده، منهای مجموع آنتالپی پیوند در مواد فرآورده. به همین سادگی این کار انجام بدی، دلتاهاش هر واکنشی که حالا در حالت گازی از واکنش دهنده شو و فرآورده شو میتونی حساب کنی. خیلی ساده حواستون باشه بچه، آنتالپی پیوند مربوط به پیوند کووالانسیه، یک مول پیوند کووالانسی، نه پیوند یونی. اوکی، این قضیه خیلی مهمه، این حواستون جمع کنید، تستام خیلی مورد استفاده قرار میگیره. پس این رو بذار در نظر داشته باشید، دلتاهاش هر واکنشی که شرایطی که خدمتتون عرض کردم اگر داشت میتونید بهش حساب کنید، درسته؟ مثال آقا فقط من بگم این رابطه از کجا اومده، یه بار فقط گوش کن اصول کلیشو یاد بگیر، چون بچه های حفظ میکنن بعد این مدت هم یادشون میره، درست؟ اصول کلی رو باید یاد بگیری. یه موقع درباره همین واکنش خودمون بیش صحبت کنی. من این رو پاک کنم، اینم بدمش اینجا. ببین اینجا نگاه کن، ببین هاشتوی گازی با سیل دوی گازی داره واکنش میده، میده دو تا هاش سیل گازی، درسته؟ دو تا هاش سیل گازی داره من میده، واکنش هم موازنه باید باشه حتما. ببین تو اون انرژی که میخوای صرف کنی یا آزاد میشه برای انجام این واکنش، یک دلتاهاشی خواهد بود که من نمیدونم چنده، حالا من حسابش کنم، درسته؟ برای اینکه دلتاهاشو بخوای حساب کنی، کتاب از دیدگاه آنتالپی پیوند میاد بهش نگاه میکنم، میاد چی میگه؟ یا آقا شما یه مول هاشتو داری، یه مول هاشتو یعنی یه مول پیوند اشتراکیه هیدروژن هیدروژن، درسته؟ یه مول پیوند اشتراکیه هیدروژن هیدروژن. یه مول هم CL2 داری، یعنی یه مول پیوند اشتراکی CL-CL. من بگو میزان گرمایی که نیازه که H2 یعنی یه مول پیوند هیدروژن هیدروژن در حالت گازی بشکند تا تبدیل بشود به اتم‌های مجزای هیدروژن در حالت گازی، اسمش چیه؟ آنتالپی پیوند، درسته؟ پس من باید ببین بچه کنم بگم چه اتفاقی میفته، این هاش هاشه باید بشکنه، این سیل سیله باید بشکنه، هاش هاش و سیل سیل در حالت گازی در حالت اتمی به طور مجزا به وجود بیام، بعد این هاشه با این سیل، این هاشه با این سیل پیوند چی میدن؟ کووالانسی. دو مول من هاش سیل خواهم داشت، قبوله؟ پس در مرحله اول مالم هاش هاشو شیپوندم، سیل سیل رو چیپوندم، برای اینکه این رو بشکونم چقدر انرژی گذاشتم؟ به اندازه آنتالپی پیوند. پس فعلا من گرمایی که گذاشتم صرف کردم، گرمایی که من گذاشتم، گرمایی که من دادم به مجموعه واکنش بوده مجموع آنتالپی پیوند واکنش دهنده ها، واکنش دهنده ها، درسته؟ به اندازه مجموع آنتالپی پیوند هاش هاش و سیل سیل من انرژی صرف کردم که اینا بشکنن برن تو حالت اتمی گازی، قبوله؟ فعلا اینقدر گرما گذاشتم من. حالا که میخواد ببین صفحه قبل من یه نکته گفتم، گفتم حالا اگه اتما بخوان پیوند رو تشکیل بدن گرما آزاد میشه. فرند اول گرما گیر بود، من انرژی صرف کردم، گذاشتم، گرما دادم، انرژی دادم، سطح انرژی رفت بالا. حالا که میخواد پیوند تشکیل بشه، تشکیل، تفکیک دیگه نه، قبلی تفکیک بود،
تشکیل بشه باید گرما از دست بدهم. هر یه مول هاش سیل بخواد تشکیل بشه بعد گرما از دست داده میشه. خیلی خوب بچه من بگید چه اتفاقی میفته؟ من باید گرما از دست بدم. چقدر؟ به این نقطه گفتم آنتالپی تفکیک پیوند یا انرژی که صرف میکنی برای تفکیک پیوند دقیقا قرینه مقدار انرژی تشکیل پیونده. پس اگر از هاش سیل گاز میخوای برسی به یه مول پیوند کووالانسی هاش سیل، باید به اندازه آنتالپی پیوند گرما آزاد بشود. وقتی میگم گرما آزاد بشه یعنی علامتش منفی میشه. قبلا گرما گرفتم مثبت بود، اینجا گرما آزاد میشه منفی میشه. منهای بچه چقدر انرژی بذارم؟ به اندازه در واقع قرینه آنتالپی پیوند هاش سیل، چون اینجا داره پیوند تشکیل میشه. پس من برم مجموع آنتالپی پیوند برآورده که همون چیه بچه ها؟ همون دلتاش واکنش من میشه. گرمایی که خرج کردم گذاشتم و گرمایی که آزاد شد، برایند اینا میشه چی؟ آنتالپی واکنش. آقا شما گفتید مجموع آنتالپی پیوند فراورده ها. خب آقا آنتالپی پیوند هاش سیل عکسش یا قرینش بهتره بگم، قرینه ی آنتالپی پیوند هاش سیل میشه انرژی تشکیل پیوند هاش سیل، چون مادن پایین آنتالپی پیوند بالا بود، علاوه من برای همین گذاشتم. این قضیه رو گفتم که مفهوم رو درک کنید. بچه ها سریع میرم دنبال حفظ کردن فرمول، مثلا میتونن حل کنن ولی یه ذره مسئله سخت‌تر میشه یو گیج میزنن آقا این چی شد، از کجا اومده این حرفا؟ درسته؟ یه مول رو میکنه دو مول نمیدونم، یه ذره بیان عوض میشه تو حل سوال یا ما این نمیتونم حل کنم. چرا؟ چون درک نکرده قضیه رو. اوکی، این پس تعیین دلتا هاش واکنش بود. آقا همیشه اینجوریه؟ یعنی همیشه دلتا هاش من در نهایت منفی خواهد شد؟ بچه کل واکنش رو به من بگید چیه؟ گرماگیره گرماده؟ گرماده. چرا؟ چون نگاه کن سطح انرژی واکنش دهنده نسبت به فراورده ها بالاتره. دلتا هاش من این فاصله است، منتها چون فراورده افتاده پایین واکنش دهنده علامتش منفیه. اگه میافتاد بالا گرماگیر بود. همه ی واکنش ها که گرماده نیستن. درسته؟ خیلی خوب. توضیحاتی که بعد دادم رو تو متن کتاب درسی میتونید مشاهده کنید و بخونید. دقیقاً به همین بیانی که من خدمتتون عرض کردم تو کتاب داری، میتونید دنبال کنید. اگر که مشکل نیست من میتونم برم الان دیگه سوال سوالای خودم. ولی پس می کامنت هاتون رو ببینم، کامنت ها رو که نمیدونم ولی حالا خدمت رو عرض کنم که اینجا سوالات 11 اما داریم. بایی بچه این رو من تست بزنیم هم دیگه. با این باید رو بزنش کنیم. خیلی خب بچه من شکل کنم هر کردن تستا و نقاطش هم میگم اکثرا نقاطش هم که الان برم میگم توی کتاب درسی هم اومده، من اشاره کردم بهش و هم میتونید تستا رو هم کنیم. تست این میگه تا داریم که از گزینه‌های زیر نادرسته دوباره گزینه نادرست باید بگردیم. گزینه یکی آفتاری تجربه نشان میدهد که برای مولکول های مانند H2O، CH4 و این H3 همون ستایی که من اشاره کردم به کار بردن میانگین آنتالپی پیوند مناسب تره. گفتید داستانشو دیگه، نکاتش رو گفتم خدمتتون. پس این جمله درسته. در بین پیوند های CL، CL، IR و BRBR کمترین آنتالپی پیوند مربوط به IR همین الان نکاتش رو گفتم. آقا طول پیوند رو اگه بخوام داشته باشم آی توی دوره پایین تر یا توی دوره 17 بیشتر نسبت به BRBR نسبت به CLCL هم BRBR بیشتره. درسته؟ این طول پیونده. ترتیب آنتالپی پیوند در این عکس این میشه که تا درست هم دیدیم دقیقا میشه آی کمتر نسبت به BRBR کمتر نسبت به CLCL. پس کمتر نقطه بی پیوند مال آی آی. درسته این جمله. اوکی، برام سوال گزینه بعدی. انرژی لازم برای شکستن پیوند اشتراکی در یک مولکول هاش رو گازی و تبدیل آن به دو اتم
آشپزی حدود 436 کیلوجوله که دادم داده بود 436 کیلوجولو. اگه حسش کنی به نظرم به نظر میاد تو تست اومده. این تست فکر کنم لازمه قدم چیه اگه اشتباه نکنم. سوتیش کجاست اینجا؟ یا کام یه مولکول اینجا گند زد به دو اتم. آقا خودت گفتی مولکول. کجاش اشتباهه؟ گفتم در یک مول مولکول نه در یک دونه مولکول. اینا خیلی با هم فرق میکنن. در یک مول مولکول تبدیل هم به دو مول اتم گازی نه دو تا دونه اتم گازی. مثلا داری این تأثیر عدد آوگادرو رو میبینی توی تعریف. از گزینه سه میشه جواب. گزینه چهارم انجام یک واکنش شیمیایی نشانه ای از تغییر در شیوه اتصال اتم ها به یکدیگر است که به تغییر در ساختار خواص مواد منجر میشه و جمله کتابته. اوکی و مشکلی هم نداره، نکته خاص فکر نمیکنم داشته باشه. تست دو، تست دو سوال خوبیه، خیلی تکرار میشه تو آزمونا، هر سال داره این تیپ تست میاد. انرژی مبادله شده در کدام واکنش آنتالپی پیوند نامیده میشه؟ یعنی داره ازت میپرسه آیا تعریف آنتالپی پیوند رو یاد گرفتی یا نه؟ هنوز زنگ میزنی آقا من باید یه مول پیوند اشتراکی رو بشکنم در حالت گازی، پیوند اشتراکی در حالت گازی رو بشکنم تبدیل بشه به دو مول اتم گازی. خب نگاه میکنم آقا اینجا که اصلا پیوند نشکسته، پیوند نشکسته. بین گزینه سه و چهار اینو نگاه کن، یونیه، حواست رو جمع کن، یونیه اصلا کلا بیخیالش شو، اینم اناش قصه اصلا کلا رده. اینو نگاه کن، یه مول پیوند اف اف داره میشکنه، یه مول پیوند اف اف داره در حالت گازی میشکنه، تبدیل میشه به دو مول اتم گازی. ببین یه مول پیوند اف اف گازی داره میشکنه، تبدیل میشه به دو مول اتم گازی اف. مثلا گزینه سه درسته. بچه‌ها این تیپ تست رو نگید خیلی آسون و فلان، بچه‌ها خیلی اشتباه میکنن توی تیپ تست ها، اصلا دقت نمیکنن، در صورتی خیلی هم راحته. خیلی خب من برم سراغ کلا پاکش کنم. بریم سطح بعدی. نمیاریم اینجا سوال سه. بچه سوال سه مقدار محاسباتیه، من اینو بیارم این بر سر زوم کنم. بچه ها میگه آنتالپی واکنش اندو بلای دو تا هاش رو میده، میده اندو هاش چار، اندو هاش چار هیدرازینه، کتابتون دیدید دیگه، واکنش تو کتابتون هم اومده. برابر 91 کیلو ژوله، بعد این رفتی محاسبه میکنید تو کتاب، تقریق کتابتونه محاسبه 91 کیلو ژول. اگر آنتالپی پیوند های ان سگانه، ان هاش یگانه و هاش هاش به ترتیب برابر 436 و 645 سن 91 و 436 کیلو ژول برمول باشد، آنتالپی پیوند ان ان چند کیلوجول بر مول؟ یک کوچولو تو مسائل آنتالپی پیوند و ارتباط با دلتا هاش واکنش باید خیلی کم در حد همین مسائل 11 ساختار لوئیس بلد باشی، خیلی کم. بازم میگم خیلی ساختار لوئیس عجیب غریب نمیدن معمولا. پس من کافیه برم حالت کلی رو بنویسم. آقا من بخشید یه واکنش دارم، بیا ببین همشون هم گازی هن ها، ان ان گازی، ان ان رو باید بدونی سگانه هست، اگه ندونی الان کارت ننگ میزنه. اینه که بگم باید یک موشون رو ساختار بیس بدونی. خیلی خوب، ان ان حالت گازی. بچه ها ذرایب قطعا مهمه، اگه ذرایب رو نذارید کلن ننگ میزنید. ببین هاش دو وقتی دو گرفتی یعنی دو مول هاش هاش دارم، درسته؟ پس ذرایب رو حتما باید تأثیر بدید. دو تا هاش، در واقع دو مول هاش هاش گازی دارم، داره تبدیل میشه به ان دو هاش چهاره. ان دو هاش چهاره تا پایین میکشم تو جا نمیشه. تبدیل میشه به ان، تبدیل میشه به، ببین این ان دو هاش چهاره ساختار لوئیسش کتابت کشیده. ببین ان ان هاش 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 گازی، درسته؟ بچه این تیپ سوال به نظرم میتونه حتی تو کنکورتون هم بیاد، خیلی به نظرم روش زوم کنید، خیلی کاندید خوبی برای تو کنکور اومدن. فکر کنم سوال آخر همین فایل هم باشه، اونم به شدت کاندید خوبی برای اومدن تو کنکور، بسیار تیپ سوال خوبیه. خیلی خوب، من باید اینو حساب کنم. آقا دلتا هاش واکنش میشه چی؟ میشه سیگما. الان اگه سیگما چیه؟ سیگما یعنی جمع مجموع.
سیگما آن تایپ پیونده واکنش دهنده ها منهای سیگما یا آن تایپ پیونده فراورده ها واسه سیگما هم فهمی چیه داستانش دستت ما هم میگه ببخشید خیلی خوب آقای اینطور باید اصلا بیه کم کنم خب تو آنتر پیمنده چی بکنم؟ خب بچه همه دلتا هاشه پیمنده نیا کن NN برم چند مول؟ یه مول درسته؟ یه مول دلتا هاشه NN سگانه برم درسته؟ من رو میذاره بیستر کنم من روش چیز رو که بیگه پانی کنم خیلی خوب بعدا بگه بچه ها دیگه چی دارم؟ دو مول هاش هاش یگانه دارم نکن هاش هاش یگانه دو زب داره این دو راگه نمیسی غلط میشه دلتا هاش 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 درسته؟ دیگه بکنشنگ ها تموم شد منهای فراورده آقا تو فراورده چی داره؟ نیا که منو تو این دو هاش شاکری دازی باشه یه مولش چهار مول انهاش یگانه داره چهار مول پس میشه منهای چهار تا دلتاهاش انهاش یگانه دارم درسته؟ منها رو گذاشتم همه رو بستم دیگه چی دارم بچه ها؟ یه باری بریزم انهاشه درسته به علاقه یه دیگه چی دارم یه NN یگانه دارم که سوال هم داره در باره NN یگانه میپرسته دلتاهاش NN یگانه درسته کل این اگر شما حساب کنی اینم فروشه کل اگر شما حساب کنی در نهایت میشه 91 بجور 91 اوکی این دلتا هاش NN سگانه رو سوال بهت داده NN سگانه 945 اینجا بزنید 945 دلتا هاش هاش یگانه رو سوال بهت داده 436 که اگه نمیدادم باید حفظ بودی تو کتاب درمیانه شده کردم 436 رو باید بدونی و این هاش یگانه رو این هاش یگانه اینجاست که زد در 4 هم باید بشه هست 391 کیلو جول درسته؟ این ایکسته این رو حساب کنی اوکی حساب کتابش میگه پای خودت چون میگه من مکان نداره هم دیگه زمان نیست که بخوام محاسبه کنم یه حساب کردنش پای خودت پس میگم این رو داری هم نداره تنها ایکس شما دلتاهاش NN یه تیم سوال دیگه اینجوری بود میتونست این رو بده این رو یکی رو جور شما بری محاسبه کنی که تو کتاب درسیت این کار رو یه جزء تمرین کتابت بوده کار راحتیه یه تیم سوال هم اینجوری این دلتا هاش ازت بخواد اینو بهت بده اینو ازت بخواد اوکی پس این بازی کردن با این پارامتر هست شما کلیت قضیه رو باید یاد بگیرید فکر کنم حالا اگه حل کنید جواب درستش بذار نگر دیگه خودتون بهتر کنید با ما تحکیم دارتون بچه سوال سه رفت ازت نکنید فتون من اینا چک میکنم آموزشگاه هم سفت و سخت بایستده که شما اینو حتما حل کنید از ما میخواد شما حتما اینو باید حل کنید برای اون بفرستید مرسی سوال 4 دوباره تکراریه انرژی مبادله شده در کدام واکنش انرژی پیوند نامیده میشه یا مانتاپی پیوند نامیده میشه دوباره بچه ها اصلا کلا تکراریه دیگه حالا اینو من باید حذف میکردم این دو دوباره حذف میشم دوباره این یونیه دوباره هم اف اف رو دارم اینجا سوال 5 خدمت رو عرض کنم که سوال 5 سوال 5 یه چه تعداد از عبارات زیر صحیح هستن در یک فرآیند گرماگیر پایداری فراورده بیشتر از واکنش دهنده است من اینو پاک کنم کلن چون اونم باز شه در یک فرآیند گرماگیر پایداری فراورده بیشتر از واکنش دهنده است آقا نه اون گرماگیر بود این واکنش دهنده بودن واکنش دهنده رو حالا با
اینجوری نشون بدیم اینجا واکنش دهنده ها. بچه ها انرژی میگرفتن، انرژی صرف میکردن، میرفتن سطح انرژیشون بالاتر، درست انرژیشون هم فراورده. مشکل داره اینجا فرد آورده و درشت داره میسته، درسته؟ بچه ها واکنش دهنده انرژی میگرفت، من گرما میدادم به اینا، انرژی میدادم، سطح انرژی اینا میرم بالا چون هم فراورده، درسته؟ این گرماگیره، اینا در باره فرآیند گرماگیر داره صحبت کنه. فراورد بچه ها توی فرآیند گرما ده دقیقا عکس این بود، واکنش دهنده بالا بود، گرما دست میدادم چون فراورده. میگه تو کتاب درستتون دارید، خیلی هم ساده‌ایه. در فرآیند گرماگیر پایداری فراورده بیشتر از واکنش دهنده است. آقا پایداری کی بیشتره؟ اونی که سطح انرژیش پایین‌تره. الان بین واکنش دهنده فراورده کی سطح انرژیش پایین‌تره؟ واکنش دهنده. پس پایداری واکنش دهنده بیشتره. پس این گزینه کلا غلطه. درسته چون بی فراورده پایداریش بیشتره. در واکنش هایی که مولکول‌های شرکت کننده ساده تر هستن به انتهاش واکنش محاسبه شده به کمک آنتالپی‌های پیوند به داده های تجربی همخوانی بیشتری دارد. یه در چه داره صحبت میکنه؟ در باره همون میانگین آنتالپی پیونده. هرچقدر پیچیدگی ترکیب تو بره بالاتر، مثلا میگم هاش هاش رو مقایسه کن با سی هاش شار متان، کدوم پیچیدگیش کمتره؟ هاش هاش. پس هاش هاش اون نتیجه‌ای که به دست میاری از در واقع محاسباتت با داده های تجربی همخونی بیشتری داره. چرا؟ چون مهاتاکو پیونده که میذاری حاصل یه دونه پیونده پس دقیقی تره، درسته؟ تا اگه بیایی میانگین بذاری مثل سی هاش، درسته؟ منظورش اینه. پس گزینه کاملا درستیه. هرچه استقام پیوند بیشتر باشد آنتالپی آن نیز بیشتر خواهد، منظورش آنتالپی اون پیونده. کاملا درسته. آن پیوندی اگه قوی تر باشه شما انرژی بیشتری بذاری تا بشکونیش، درسته؟ پس این گزینه هم گزینه درستیه. تعداد عبارت های درست دو تاست، گزینه دو میشه درست. برم صفحه بعدی. اینو حیف هم بهتر کنم، شما بهتر کنید. چند وقت داریم هندس؟ تقریبا اگه وقت داریم که من تا یه جایی برم یا تا یه جایی گرام بدم 5 دقیقه بیشتر از 5 تو کامپیوتر بکشم بلاش من از حل میکنم. خیلی خوب، این سوالش بچه خیلی قشنگه. من اگه طراح کنکور بودم نمیدارم تو کنکور، چون خیلی سوالش مفهومیه، خیلی هم پیچیدگی محاسباتی عجیب غریب نداره، فوق العاده است سوالش. به نظر من سوالش کنم بود است اینجا بیانیم. خیلی خوب بیدش میکنم. خب بچه آنتالپی پیوند او او سوال بی نظیره. بچه آنتالپی پیوند او او آنتالپی پیوند او در مولکول اکسیژن، مولکول اکسیژن یعنی او دو، برابر 495 کیلو ژول بر مول است. اگر تفاوت آن با میانگین آنتالپی پیوند او یگانه برابر با 349 کیلو ژول باشد، مطابق واکنش زیم به ازای تولید چند گرم H2O مقدار 81.2 کیلو ژول گرما آزاد می شود. اول بیا خط به خطش آنالیز کنیم. آنتالپی پیوند او دوگانه در مولکول اکسیژن برابر 495 کیلو ژوله و تفاوت با او یگانه 349 کیلو ژوله. سریع به من بگو اول آنتالپی پیوند کدومش بزرگتره، او دوگانه یا یگانه؟ آن گفتم مرتبه پیوند با آنتالپی پیوند رابطه مستقیم داره. پیوند دوگانه رو شما سخت‌تر می‌تونی بشکونی تا تبدیل کنی به یگانه دیگه، درسته؟ پیوند دوگانه رو برای اینکه بخوای بشکونی انرژی بیشتری باید صرف کنی نسبت به پیوند او یگانه، درسته؟ پس من میگم آقا در قدم اول او یگانه، اصلا او یگانه رو چرا باید حساب کنی؟ چون توی اون آنتالپی پیوند نیاز داری، توی محاسبه دلتهاش بهش نیاز داری، اینجا نکن او یه گانه داری، درسته؟ اینه به نداده سوال غیر مستقیم باید صحبت کردی. خیلی خوب، دلتهاش او یه گانه مساوی هست با دلتهاش او یه دوگانه منهای 349 کیلو ژول، درسته؟
این رو شما سرش رو نه ازش برداری می‌رسید به انتهاش اوقای یگانه. اوقای یگانه اوقای دوگانه چقدر بود؟ 495 تا 495 شد به سرش رو نه کم می‌کنید دیگه. اینجا محاسبات باشه یه ذره محاسبات رو هم یه کار کنیم. آقا نگاه کن 495 یه راهش خیلی شیک اینجوری من های 349 کنیم درسته؟ مطابقا میگم مثلا نیازی به این کار نیست. این که میشه 15 بدن اینا میشه 6 درسته؟ میشه 8 منه 4 این هم که میشه 146 درسته؟ پس این به دست میشه 146 کیلو جول. تو نیازی به این کار نبود اصلا. 495 تو زنه چی میتونی بگی؟ 500 من های 5 500 رو سرش رو نه تو کم کن یه 5 تا دیگه هم کم کن جور آتره دیگه درسته؟ 500 رو سرش رو نه تو ازش کم کن یه 5 تا دیگه هم کم کن 151 یه 5 تا دیگه کم کن 146 درسته؟ پس این هم یه راهیه. پس 146 کیلو جول بر مول میشه آتر پیوند اوهوی یگانه درسته؟ آقا سوال خودم آقا این واکنش بخواد انجام بشه دلتاهاش چقدره؟ ندارم دلتاهاش اینو ندارم که اگه حساب کنم مسئله حل شده درسته؟ توی این سوال آقا دلتاهاش رو بخواهم حساب کنم با آنتالپی پیوند میدونی میشه چی؟ میشه سیگمای آنتالپی پیوند واکنش دهنده ها منهای سیگمای آنتالپی پیوند فراورده ها من فقط می نویسم حلش با خودت چون باید به عنوان تکلیفت باشه. اوکی تا آخرش هم حل می کنی. من فقط نکته بهت میگم تو بری حل می کنی. نیا کن آنتالپی پیوند واکنش دهنده چیه؟ اینجا نیا کن یه ضریب دو که دارم همون اول می زارم ضرب بره دو ضریبه. اوکی دلتا تو پیوند چی دارم؟ بچه نیا کنید او او یگانه دارم پس یه دلتاهاش ببین یه مول کلن او او یگانه دارم دلتاهاشه او او یگانه که الان حساب کردم 146 کیلو جول به علاوه یه بچه ها دو مولم آنتالپی پیوند او هاش میذارم. نیا کنید بچه ها یه مول هاش دو او دو دو مول پیوند او هاش داره داری ببینید دو مول پیوند او هاش داره پس دو مول این دو زن داره دلتا هاشه او هاش این شد با کنش دنده ها مین های فراورده ها چی داره بچه ها هاش دو او او هاشه درسته او هاشه این ساختار لویسشه دیگه درسته پس یه ضریب اینجا یه ضریب دو که دارم ضریب دو اینه یا کن برای هاش دو زن داره دو تا آن تا بی پیوند دلتا هاشه او هاش دارم ببین هر یه مول آب دو مول پیوند او هاش داره دوه مول خود آبه یه ضریب دو هم که پشت خود آب دارم درسته؟ به علاوه یه لگه جا بشه بچه یه مولم او دو دارم او دو هم بچه اوی دوگانه است یا کن او اوی دوگانه است پس یه دلتا هاشه او اوی دوگانه دارم حالا یه جا نشد میام برزن نه آنگلو رو چیز نمیارم مرسی ممنون دلتا هاشه ممنون آن رنگ شبست شد مرسی دلتا هاشه او اوی دوگانه میشه اوکی همه اینا رو داریم او اوی با هم که حساب کردیم او هاشو که داریم تو خود سوال بالا تنیم تو خود سوال بهت داده بعد شما این رو بهتون نشون بده فرمیا کنیم توی سوال به شما او رو داده او اوی یگانه رو هم داده اوهاش یگانه رو شد برای سوال بشه که آقا چرا بهت نداده بگم اینجا رو گوش کن من بدونو بگم ولی اوهاش یگانه رو بهت نداده برای سوال شده که اینو چجوری باید دارم حساب کنم یا کن اصلا نیازی به حساب کردنش نیست یعنی کن این دوه که زرد بشه تو این دو میشه چهار تا دلتا دلتاهاش اوهاش اون برم یعنی کن یه چهار تا دلتاهاش اوهاش داری با علامت منفی پس اینا با هم یه ساده میشن
پس خوشگلی سوال اینه رو میگن استاندارده همه چی رو فکر کرده درسته پس اینا با هم دیگه ساده میشن طرفداری که شما باید انجام بدی داشت اینو این با هم ساده میشن طرفداری که باید انجام بدی دو تا ارتعاش اوهای یگانه رو از این ارتعاش اوهای رو بانه کم کنی این میشه آنتالپی واکنشت بعد این نکته رو سر کلاس بهت گفتم آنتالپی واکنش به ازای این مولای واکنش دهنده فرآورده هاست این ذرایب واکنش دهنده فرآورده هاست حالا سوالی که استوکیومتری شد یه چند گرم هاشت و مقدار 81 ممیز 2 کیلو جول گرما آزاد میکنه دیگه اینو هم به روش تستی به درس دارم سر کلاس هم تشریح حالا اگه احیانا تستی تو ذهنت نیست تشریح برو حل کن یعنی چی برو با این 81 ممیز 2 کیلو جول گرما شروع کن یه کسر تبدیلم داری که میشه آنتالپی شما عددی که اینجا به دست میاد به ازای دو مول آب یه کسر تبدیل خودش درسته؟ برو گرم رو حساب کن یه اینجا تو ترکیه داری مونه امیدوارم که از کلاس تونسته باشید استفاده کنید من حل این دو تا تست و اینه که ناقص گذاشتم با جلسه بعدی کامل میکنم و حتما اینو حل کنید با آموزشگاه هماهنگی کاملا و برای بعد ارسال کنید و تکالیفتون تمارینتون تعداد زیادی هم نیست واقعا یعنی حد در مطلب سوالی که باید حل کنی این تعدادی که همه روز بهتون دادیم از کار سنگینی ندارید یه 20 دقیقه نیم ساعت وقت بذارید کاملا همشو جمع میکنید کنکوری هم برای جمع کردم یعنی تستایی که آورد تستای جونداری بود فکر نکنید تستای آسونی بود اوکی امیدوارم که زیارتتون کنم دو تر سر کلاس درسی امیدوارم کلاس براتون مفید بوده باشه و همین مراقب خودتون باشید به خدای بزرگ میسپارمتون